سلام به دوستان گرامی در این دست اوج اقتدار سیاسی تشیع یا تاسیس حکومت دینی را بررسی خواهیم کرد شما میدانید که با تاسیس حکومت دینی در دوره صفویه روحانیت شیعه به صورت یک سنف کامل و یک طبقه با چیدمان منظم و مستقل درآمد. در سمینار قبلی این موضوع رو شهر دادیم و سپس به این پرداختیم که چگونه شیعه توانست یک سازمان اجتماعی گسترده ای را که صوفیان به صورت شبکه های پراکنده در سراسر ایران با بهرهگیری از نهزت شعوبیه و فتیان که برای مقابله با تصرف اعراب و مبارزه با آنان تشکیل شده بود به وجود آورده بودند و روحانیت تشیع توانست این سازمان وسیع را از چنگ آنها به در بیاورد و با هم متحد کنه و به این ترتیب دارای یک شبکه بسیار گسترده ای در همه اجتماع شد سپس شهر دادیم که چگونه با به وجود آمدن فقیهان عارف گفتمان کلامی اهل تصوف که بر مبنای ولایت و مرید و مرادی شکل گرفته بود یک قالب فقهی و کلامی شیعه پیدا کرد و روحانیت شیعه در بخش عرفانی خودش توانست اون رو به محملی برای اطاعت مردم و مقلدین و شیعیان از اونها بکنه و از اون یک گفتمان اقتدار جرایی به وجود بیاره که وسیله ارتباط اقتدارگرایانه این طبقه تازه برآمده و مقتدر همراه با شبکه گسترده اجتماعی اون بر اجتماع شد پس از اون شهر دادیم که چگونه در زمان قاجاریه ابتدا به وسیله مولا احمد نراقی این گفتمان اقتدارگرایان یک نمود سیاسی پیدا کرد و به صورت یک خواست سیاسی برای تصاحب قدرت در ای به وجود آورد که تا آن هنگام خواست شرکت مستقیم در قدرت سیاسی رو نداشت. سپس شهر دادیم که چگونه در زمان پهلوی ها ابتدا فدایان اسلام و سپس آقای خمینی این گفتمان با خواست قدرت سیاسی را تبدیل به یک برنامه حکومتی با خواست مستقیم تصاحب قدرت سیاسی کرد حال انقلاب اسلامی نتیجه این برآمدن تدریجی و قدرت یافتن گام به گام و مرحله ای سازمان به شدت مقتدر و منظم و توانمندی بود که تشیع به وجود آورده بود شیعه توانست به تدریج با به تحلیل بردن حکومت دولت در دولتی را که تشکیل داده بود به صورت یک حزب تمامی که ادعای تصاحب قدرت داشت از بیاره روحانیت شیعه در دوره پهلوی با حذف رقبای خودش به وسیله حکومت پهلوی یعنی احزاب سیاسی و با انحصار مذهبی که از دوره صفویه یافته بود تنها مدعی قدرتی بود که در طول سالها برای قدرت یافتن خودش تبلیغ میکرد و سرانجام این تبلیغ به بار نشست و حکومت را توانست سازمان روحانیت از آن خودش بکن حال با وجود اینکه سواندی سال روحانیت به عنوان شریک اصلی حکومت در ایران هست اما از این واقعیت باید قافل نبود که روحانیت در حالتی با قدرت سیاسی و تصاوب مواجه میشد که هیچ آمادگی برای ورود به این عرصه نداشت از لحاظ کلامی روحانیت تشیع در حقیقت مدعای اصلیش و اون که اون رو از اهل تسنن جدا میکرد این بود که حکومت الهی مخصوص امامان معصوم است و پس از امامان معصوم استمرار حکومت در قیاب امام دوازدهم امری ممتنع است و ممکن نیست و حکومت های ظاهری که در قیاب امام معصوم هستند حکومت های ظلم و جورند در حقیقت با تصاحب قدرت سیاسی شیعه اصلی ترین گفتمان و مدعای خودش رو که به او حقانیت تاریخی در مقابل اهل تصنم میداد از دست داد و پس از آن هیچ استدلالی برای اینکه منازعات سطر اسلام بر چه اساسی بوده نیافت و نخواهد یافت زیرا اگر این عنصر اسمت و ولایت و حقانیت امامان معصوم را از آنها بگیریم و حکومت باطنی اونها را تبدیل به حکومت ظاهر بکنیم دیگر دعواهای سطر اسلام به چیزی جز دعوای چند قبیله قرش بر سر قدرت تبدیل نخواهد و شیعه دیگر نمیتواند حقانیت بنی هاشم و خانواده منتصب به حضرت رسول را بر اساس اختصاصاتی که بر آنها میشمرد و بر اساس اون حکومت باطن را داشتند توجیه بکن همچنین از لحاظ شکل سازمانی هم شیعه حقانیت خودش رو از رفتار کجدار و مریضش با حکومت هایی که به اونها حکومت های ظاهر و حکومت جور و ظلم میخواند مییافت و در کنار اونها دولتی موازی و انتقادی تشکیل میداد و با روی کردن به عواطف و احساسات مردم و استفاده از قدرت نرم تبلیغ و گفتمان انتقادی نسبت به ظلم و جور حاکم حقانیت و مشروعیت مردمی و تودهی میافت البته در شرکت در حکومت دیگر وچی برای این انتقادات و اینکه یک دولت در دولت انتقادی بدون حمل هیچگونه گونه مسئولیتی در قبال اجتماع و فقط بر اساس ادعا و گفتمان باشد نمیافت و در معرض آزمایشی قرار می گرفت که اگر در آن مردود می شد در حقیقت حشمت و اعتبار خودش را از دست داده بود چیزی که در از این سی و چند سال اتفاق افتاد و روحانیت در این امتحان قدرت خودش به جای دولت که از اون انتقاد می نمود مردود شد و مقدار زیادی اعتبار خودش رو خدشدار یافت از طرف دیگر از لحاظ مفهومی و کلامی هم اگر جمهوری اسلامی یک دولت دینی و جانشین امام زمان و حکومت امه بود که شیعیان ادعا می دیگر وچی برای ادامه سازمان بزرگ روحانیت و سازمان مراجع و دستگاه افتا و تقلید نمی ماند. حکومت دینی بود و بنا بود خودش به همه این وظایف بپرداز. اما واقعیت این بود که حکومتی که تشکیل شده بود به وچی از ادعای شیعه در حکومت امامان پرداخته بود که خود امامان هرگز دام ممارست نکرده بودند و اون حکومت ظاهری بود و در وقتی که امامان شیعه دام ممارست کرده بودند و اون رهبری انحصاری دینی جامعه شیعه در اصل خودشون بود ولی فقیه رو فقها در این وجه نمیپذیرفتند و او را تنها نماینده دین در جامعه نمیداد بنابراین حکومتی متولد شد که در وقتی که امامان شیعه بدون ممارست نکرده بودند یعنی حکومت ظاهر شروع به عمل کرد و در وقتی که اونها همیشه از آن خود داشتند یعنی رهبری انحصاری جامعه شیعه ناتوان موند و در کنار خودش اده زیادی از مراجع را مجبور شد تحمل بکنه که دیگر اگر ادعای حکومت دینی ادعای پذیرفته شده ای برای سازمان روحانیت بود اصولا دلیلی برای وجود اونها وجود نداشت شیعیان هم مالیات میدادند و هم خمس و زکات می پرداختند مالیات را دولت به زور از اونها می گرفت و خمس و زکات را به روحانیتی می پرداختند که دولت موجود را فقط به صورت دو یعنی امر واقع پذیرفته شده پذیرفته بود و مشروعیت کامل دینی برای اون قائل نبود از طرف دیگر حکومت هم سازمان روحانیت رو تحمل می کرد دوران گذاری برای اون قائل بود و بنا داشت تکه تکه اون رو دمونتاژ کنه و تصاحب بکنه و از مزاحمت اون برای خودش راحت بشه طبیعی است که این نوع کرد از هر دو طرف روابطی رقابت آمیز و تنش آلود بین اونها به وجود آورد که همواره وجود داره از یک سو روحانیت شیعه با قدرت یافتن حکومت دینی از امتیازات یک حکومت دینی برخوردار بود و از طرف دیگه مشروعیت و حقانیت تاریخی خود رو از دست داده بود این حکومت رو به رسمیت نمیشناخت و همواره با اون یک رابطه تنش آلود داشت از سوی دیگر در افتا و تشریع و قانونگذاری شرعی با وجود حکومت دینی فقها ها استقلال خودشون را از دست داده بودند فقها ها حد اکثر به صورت صاحب نظران و متخصصینی در آمدن که شورای نگهبان و مجلس و دستگاه قانونگذاری از آراء فنی اونها در تطبیق قوانین با شر استفاده میکرد و اونها استقلال افتا و فتوا دادن و حکم دادن رو از دست داده بود همچنین حکومت با تاسیس نهادهای کنترل بسیاری در درون حوزه مانند دستگاه تبلیغات اسلامی شورای مدیریت حوزه و دیگر ارگانهای کنترل سازمان روحانیت رو هم بخش به بخش و در بخشهای عمده اون به کنترل خودش درآورد حال برای اینکه به این ام بپردازیم یک مقدار تفصیلیتر و بیشتر به سازمان سنتی و تاریخی روحانیت و وضع کنونی اون میپردازیم سازمان روحانیت از سه بخش نهاد مرجعیت نهاد تعلیم و تعلم و نهاد تبلیغ و مراسم مذهبی تشکیل شد نهاد مرجعیت تشکیل شده است از منزل مراجع تقلید و بیرونی اونها یعنی قسمتی که محل استقرار کارگزاران مستقیم اونها و در حقیقت به منزله دفتر کار اونها است. همچنین مراجع با دست دادن در نهاد تعلیم و تعلم رابطه خودشون رو با شاگردان، طلاب و کسانی که در آینده رهبران مذهبی خواهند بود و اکنون در دستگاه تبلیغ هم مشغول کوشش و فعالیت علاوه بر تعلیم و تعلم هستند حفظ میکنند به آنها میآموزند و بر آنها نفوذ معنوی و باطنی پیدا میکنند علاوه بر اون مراجع تقلید روحانیون بزرگ محلات روحانیون شهرها و قصبات رو بهشون اجازه اخس وجوهات و اجازه نقل فتاوی خودشون رو میدن و روحانیون محلات، قصبات، شهرها و دهات عاملین اونها و کارگزاران اونها و مورد اعتماد مردم میشن مردم به اونها وجوهات شرعی خودشون رو میپردازن و هنگامی که سوالهای مذهبی داشتن و میخواستن رأی مراجع خودشون رو بدونن به اونها مراجع میکنن حکومت موجود در دفتر کار اونها دستگاه شنود جاسوسانی از دستگاه های امنیتی گذاشته حساب های بانکی اونها رو کنترل میکنه کارگزاران اونها رو با پول میخره و اونها رو به شدت محدود کرد علاوه بر اون به ادهی از این مراجع ماهانه پول بزرگی میده تا در ماهانه که به طلاب میدن مبلغ بیشتری بپردازند و نفوذ بیشتری کسب کنند از یک سو به گسترش نسبی نفوذ این مراجع نسبت به مراجع مستقل کمک میکنه ولی از سوی دیگر استقلال اینها رو گرفته اینها در حقیقت کارگزاران ولی فقی به طور نسبی تابع او و در خیلی موارد یا ساکت و یا مطیع و منقاد او میباشند و اثر وجودی از خودشون بروز نمیدن به این ترتیب نهاد مرجعیت را به طور عمده حکومت دینی مختل کرده و تحت تاثیر خودش قرار داد در نهاد تعلیم و تعلم هم عده زیادی از کارگزاران حکومت دست میدند درس, می درس هایی که اونها میدن در حقیقت پایگاهی برای ترقی طلاب فرصت طلبی است که حضور اونها در درس این افراد نه بیشتر به خاطر محتوای درسی این اساتید بلکه به خاطر فرصت و موقعیتی است که در اختیار اونها برای ترقی اجتماعی میگذاره و نزدیکی به این اساتید و حکومتی باعث تسهیل در روابط اجتماعی و ترقی اونها به پستهای دولتی میشه همچنین مدارس دینی بسیاری را حکومت تأسیس کرده و کار این مدارس دینی تربیت کاتهای آینده روحانی حکومتی است و از طرف دیگر مدارج درسی طلاب را به عنوان مدارج رسمی تحصیلی قبول کرده و در حدود ست را در درس طلاب معادل, فوق معادل لیسانس درس مکاسب و شرایع را در حدود فوق لیسانس و درس خارج را در حدود دکترا پذیرفته است و طلاب می توانند از این مزیت استفاده کنند و در جامعه به کار بپردازند در دانشگاه ها درس بدن و یا پست های حکومتی پیدا بکنند بنابراین به نحوی با دادن موقعیت های اجتماعی به طلاب دستگاه تعلیم و تعلم را نه فقط برای امر دینی بلکه در استخدام موقعیت های اجتماعی به تصرف خودش دارد طلابی که در نهاد تعلیم و تعلم کار میکنند و عده دیگری به طور حرفهای در ماههای ازاداری و اعیاد و وفیات برای تبلیغ به اقصا مملکت میرند و به این وسیله علاوه بر آشنایی با مردم و مهارت در امر تبلیغ کمک خرج و کمک هزینه ای برای دوران تحصیلی خودشون پیدا میکنند اینک سازمان تبلیغات اسلامی باید برای اعزام مبلغ مجوز رسمی صادر کند. در حقیقت دستگاه تبلیغ هم به این وسیله کاملا در کنترل حکومت دارد در حقیقت حکومت توانسته است مرحله به مرحله و گام به گام این دستگاه عظیمی را که ما از دوره صفویه تا انتهای دوره قاجار و دوره پهلوی شهر دادیم که چگونه به صورت یک سازمان حرفه‌ای تکمیل از لحاظ تاریخی شکل گرفته بود توانسته است مرحله به مرحله و گام به گام پیاده بکنه و به تصرف خودش دارد. این چیزی است که شاید از هیچ چیزی جز یک حکومت دینی از هیچ نیروی بر نمی آمد. و بنابراین امروز سازمان روحانیت با وضعیتی مواجه است که در طول عمر تاریخی خودش وضعیتی به این مشکلی شاید نداشت در عین حال از مزایایی برخوردار است که در طول عمر تاریخی خودش هم به اونها دست نیافته بود البته به مرور و با گذشت زمان سازمان روحانیت در کلیت خودش متوجه اشتباه تاریخی خودش میشه و سعی میکنه که از دستگاه دولتی فاصله بیشتری بگیره از سوی مقابل روحانیت هم در دستگاه حکومتی هم با شرکت دینورزان و روحانیون در مقامات حکومتی و هم به وسیله شرکت اونها در امر قانونگذاری و قضاوت کار حکومت رو مختل میکنه در حقیقت حکومت از یک سو مجبور است که در دستگاه قانونگذاری خودش بر طبق الزامات جامعه نوین و روبه مدرن ایران قوانین را برای اداره جامعه تطبیق بده و از یک سوی دیگر تحت فشار روحانیون این قوانین را با نرم ها و هنجار های شر و فقه تطبیق بده و در نتیجه از روند اجتماعی عقب بماند در حقیقت قوانین ما ملغمه ای از الزامات و اجبار اجتماعی و باید و نباید های شرعی است و بنابراین نه این است و نه آن و اداره جامعه رو مختل می همچنین قضاوت بر مبنای قوانین شرعی که بهتون گفتیم حتی بر طبق نصوص قرآنی بیشتر احکام امضایی هستند و ما را به اصل قبل از اسلام وصل می کنند از یک سو نمی جامعه را با عدالت اداره بکنه و از یک سوی دیگر نهادهای مانند شورای نگهبان نمیگذارند که قوانینی بر مبنای عدالت نوین و مدرن قضایی شکل بگیره و تصویب بشه و بنابراین هم دستگاه حکومت یک دستگاه ناقص ای است که به وسیله روحانیون احاطه شده و هم سازمان تاریخی روحانیت در عمل خودش مختل شده با این وجود سازمان روحانیت خصوصیات رو حفظ کرده که به اون میپرد یک سازمان روحانیت در مقابله با حکومت درست مانند دوره سفری به دو پاره تقسیم شد. گروهی طرفدار حکومت دینی و همکار با اون و گروهی غیر باورمند به با اون و غیر عقیده‌مند به اون و اونها هم در سازمان روحانیت هستند و بنابراین به طور نسبی ادغام سازمان روحانیت در دستگاه دولتی رو ممکن نساختند و استقلال اون رو به طور نسبی حفظ کرد. دوم این است که سازمان روحانیت هنوز ممر آیدی مستقل خودش رو حفظ کرد و هنوز از لحاظ مالی کاملا وابسته به حکومت نیست و این کار یک استقلال نسبی به روحانیت مسئله سوم سو این است که درست است که شرکت روحانیون در حکومت حتی با وجود اینکه بخشی از اونها در حکومت شرکت ندارند یک تصور عمومی منفی نسبت به اونها به وجود آورده و تعداد باورمندان اونها رو در ایران کم و حتی شیعیان و مؤمنین و معتقدین رو نسبت به اونها بدگمان کرد اما جهانی شدن ارتباطات با از دست رفتن این محیط جغرافیایی محیط های جغرافیایی دیگری در اختیار اونها گذاشته که شیعیانی پاکدل دارند که هنوز صابون یک حکومت دینی به تنشون نخورده و بنابراین به وسیله اینترنت به وسیله تلویزیون ها به وسیله تسهیل مسافرت و آمد و رفتی که مبلغین دینی به این کشورها دارند عده زیاد دیگر را در اقصانقات جهان به سازمان روحانیت جلب می کنند و بنابراین ورودی سازمان روحانیت همواره به طور قابل توجهی پویا میمونه و به یک سازمانی که ریشش داره خوش میشه تبدیل نمیشه خصوصیت دیگری که سازمان روحانیت داره سازمان روحانیت یک تجربه تاریخی و ممارست عملی طولانی داره که دولت دینی مدرن و تازه به دوران رسیده در حقیقت فاقد روحانیت این تجربه رو داره که در بزنگاه های تاریخی به طور حساب شده ای منور بده و حساب خودش رو از حساب اون بخشی که به او ضرر میزنه جدا کنه و بنابراین این بار هم پیش دیدنی است که در سر یک بزنگاه تاریخی روحانیت در بخش عمده حساب خودش رو از حکومت دینی جدا بکنه ولی این ممارست و این تجربه تاریخی در حکومت نیست تا با انجام اصلاحات اجتماعی معینی حساب خودش رو از روحانیت جدا بکنه به یک حکومت, عرفی تبدیل بشه و بنابراین به نظر می آید که بازنده این روند تاریخی بیش از اون که سازمان روحانیت باشه حکومت دینیست مسئله بعدی این است که حکومت دینی در تقابل آشکار با جهان است و این تقابل آشکار با جهان مذیعت های بسیاری را از اون سلب کرد اما سازمان دین و سازمان روحانیت چنین تقابل مستقیمی رو نداره حتی در یک تعادل فرضی مفروض و در تحت شرایطی ممکن است با جدا کردن حساب خودش از حکومت مورد حمایت قدرت های جهانی هم قرار بگیره و بنابراین از این نظر هم روحانیت شیعه شانس این رو که بتواند به منابع قدرتی غیر از حکومت در ایران وصل بشه داره در صورتی که حکومت به علت نداشتن تجربه عملی عادیسازی روابط خودش رو با جهان به تأخیر میندازه و از روز ضعیفتر میشه اما خطری که هم حکومت و هم روحانیت شیعه رو در این مرحله تهدید میکنه برآمدن یک نیروی رادیکالتر و خشنتر مانند روایت شیعی از داعش است که پس از نزدیکی فرضی حکومت به غرب ادهی از اصولگرایان در داخل بدنه خودیها و در داخل سپاه و روحانیت شکل بگیرند و فرصت طلبانی بر آنها سوار بشند و بگویند که این حکومت سازشکار است و دینی نیست و یک حرکت اجتماعی خشنتر و اصولگراتری را به وجود بیارند که قدرت را در روایت جدیدی با سرکوب دیگران صاحب بشد این چیزی است که خطر مشترک روحانیت و حکومت دینی است و خطری است که به هر صورت منافع ملی ما را هم به موازات اونها تهدید میکنه بنابراین اون که روحانیت را در این عرصه اقتدار یک کتاز کرده بود و اکنون از اوج خودش در اثر شرکت در حکومت رو به حزیز می رود انحصار اقتدار در یک سازمانی بود که در کنار دولت می توانست گفتمان رسمی خودش رو تبلیغ کنه از زمان صفویه با رسمیت یافتن دین شیعه و ممنوعیت دیگر دینها از تبلیغ در عرصه عمومی این امکان به دست روحانیت شیعه افتاده بود در دوران پهلوی هم با ممنوعیت آزادی های سیاسی و فعالیت اجتماعی و فعالیت حزبی روحانیت در عرصه ابراز قدرت سیاسی تنها مانده بود و توانست به این اقتدار سیاسی دست پیدا کنه در آینده بدون حذف چنین امتیازی که به نفع خود روحانیت هم هست این خصوصیت اقتدار جرایی و میل به قدرت سیاسی از سازمان روحانیت شیعه دور نخواهد شد و دوری اونها از قدرت سیاسی فقط تاکتیکی خواهد بود و دوباره در هنگام مناسب ادعای قدرت خواهند داشت تنها راه این است که با حذف امتیاز تنها بودن در محیط دینی و رسمیت مذهب شیعه به وسیله قانون اساسی ادیان دیگر را هم آزاد کنند آزادی دینی بدن تا ادیان مختلف تعادل قدرت را در بین همدیگر برقرار کنند احزاب باید آزاد باشند تا قدرت سیاسی تقسیم بشه و روحانیت نتواند به تنهایی ادعای قدرت سیاسی داشته باشه و با پذیرفتن اصل جدایی نهاد دین از نهاد دولت اصولا ادعای قدرت سیاسی باید از روحانیت سلب بشه بدون این کار جرایی و شرکت در حکومت و دولت در دولت خاصیت تاریخی روحانیت تشیع است و با اون همزاد اون بوده با اون خواهد ماند بنابراین در این دست به طور تاریخی در طی پنج سمینار باز نمودیم که جرایی در عالم اهل تسنن در تشیع و اقتدار سیاسی ادعای قدرت سیاسی و تصاحب قدرت سیاسی چرا بند تاریخی داشته و در این گفتمان هم کشودیم که چگونه باید در آینده از خطرات چنین اقتداری که روحانیت رو تهدید میکنه به علت اینکه استقلالش از دست میده به علت اینکه گفتمان بیرقیب گفتمانی سترون است و پویایی نداره از موقعی که از دوره صفویه روحانیت تشیع رقیب نداشته گفتمان کلامیش هم گفتمان سترون بوده و درجا زده برای اینکه احتیاجی به رقیب نداشته و اقتدار خودش رو هم از دست نخواهد داد و گفتار آمرانه را حفظ خواهد کرد برای اینکه رقیبی در صحنه نمیبینه خیلی از توجهتون متشکرم و با این سمینار پایان مباحث مذهب و اقتدارگرایی است در دستهای آینده بخش های دیگر اقتدارگرایی را در جامعه ایران پی خواهیم گرفت خیلی متشکرم